شما شرابمو بخورم دیزاینی شده او بالا کلاسی پایین خب میلیون 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 گل روز دارم برای نرسته میلیون دارم میخوام شماره بیارم بالا تا این سوپم بعدم میخورم این سوپم رو خاموش کردم آهنگ تموم بشه میام پیش شما خب ببینم اینجا خوبه بعدا نگید که آره یه ذری میام اینجوری میدارم رو هم گریه هامو میبینید قشنگ هم خشمامو هم حالتامو همش به من تعلق داره هم خشممو هم نفرتمو خدا از بالا اومده پایین منتقم رحمان جابر جبار دیکتاتور روز منا تموم شد یا میشه شما نوبت شماست دیگه بس دیگه خب بچه ها من خواستم اول سوپم رو با شما بخورم گفتم نه سوپ رو نمیخوام بخورم بیان بالا گردنبنده قشنگه جالبه نگاه کنیم بچه ها گردنبنده با این ست شده گردنبنده از سمیرا این از خیلی جالبه نه اصلا خیلی قشنگه الان دیدم ست شده این از نونا
اینجوری ست میشه دیگه. مطبمو که میخواستم که درست کنم توی ایران، گفتم من هیچی نمیگیرم، بذاری خودشون بیاد. به همه بچه ها گفتم بچه ها هر کس هر چی تو خونه داره یا هر چی که مثلا اضافه داره برید انباراتون رو نگاه کن. اول فکر ستم، من واقعا فکرم ستم، ست هستن دیگه. نگاه کنی شما رنگش رو نگاه کنی، من الان دیدم اینو ستم، خیلی جالبه. حالا یه دفعه شاید بیاد چیز بگه که اینم بزنی بالا اینجوری قردی بردی بلدم نیست بروچش بزن آدم بعدش. آره چه به شما میرسم، قردی میخواب قردی بازی در میارم. خیلی خوبه. چیزه چی بود کی میخواد بیاد بالا؟ شاید هم چیزه سمیرا بگه که اینا رو هم قبلا تو اونا فرستاده بود، نمیدونم. شاید سمیرا بیاد بگه که چیزه. اومدم سوپ با درست کنم، دیدم که با سوپ و با این روژ موشو این میخوام یه هی بچه هم میگن روژ بزن، گفتیم یه روژ هم بزنیم دیگه. من با روژ نمیتونم سوپ بخورم، اون موقع باید اینجور بکنم. خب بچه ها حالتون بد نشه، ناراحت نشید برای من. وقتی که کسی حتی گریه میکنه بدونید قشنگه. وقتی این حالتهای من، چرا من تابش توی اون فیلم هیچ کاری با من نمیکنه؟ چون قبلا بهش گفته بودم، به همه گفته بودم، گفته بودم وقتی من یه حالت خاصی خلصه ای چیزی دست میده، نه نگران باشید، نه اتفاقی برای من میفته و بذارید. بعد من میافتادم یه مدت، همینطور میافتادم، خیلی قشنگ بود اون حالت ها، خیلی قشنگ بود. یه حالت های خلصه ای بود، بهش میگفتن ترانس. بعد اینو دکترای من گفته بودم ما درباره این میخواییم پژوهش کنیم، گفتم پژوهش کنید، من این حالت همو خیلی دوست دارم. منتها به اطرافیانم اون زمان که بود این حالت های ترانس هم رو، الان حالت های ترانس من در واقع توی اینقدر چیز شده، تو محو شده تو کل حرکات من، اونقدر آفالند حالا به چشم آینده نیست که مثل گذشته، واسه همین دیگران کمتر وحشت میکنن. این اصلا به خاطر حالت ترانس من بود که منو اول میبرم بیمارستان. سال 1998 که میفتم و بعد میگفتم بزا خود را و خودمو دارم میزام. بعد افتاده بودم کف زمین، راه رو بود. بعد خواهرم ترسید در حالی که بسیار حالت قشنگی بود، بسیار قشنگ. یه زایمان خود بود، زایمان خود. ولی بعدها به ینس که گفته بودم، ینس انقدر خوشش اومده بود از این حالتهای من، میگفتش که من میخوام تو ترانس تو بیام، تو حالتهای ترانس تو بیام. گفتم من نمیتونم کسی رو بیارم، یه چیزیه که باید خودتون توی اون محو بشید بیایید. من مثل این دراویش نیست که بگیم یا حق 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 یا نمیدونم چی بیایید تو اینجا یا برید. ولی یه چیزیه که یه حالتیه که خودتون توش میافتید و بسیار بسیار لذت بخشه، بسیار بسیار محو میشید، در غرق شادی میشید، غرق بابا این کامپیوترهای من میاد دیگه، به زودی خواهد اومد. از دست این کهنه آزار رها میشم که دردر کرد و ما رو زد توی حال و هوامون. بابا حال و هوامونو رفته بودیم تو تراس، زد تو حال و هوامون. خب حالا نداره، ولی من میخوام اینو بگم این فیلمای من هست، یا یه زمانی که من هوس کرده بودم
یا مثلا حالت دلتنگی من به قدری اکستریم حالتی بود که میترسیدن از حالت دلتنگی من، که دو بار دلتنگی رو حس کردم، یا که خیلی خیلی حس جالب بود از اینکه یعنی واقعا اگر نمیدونم این اتفاق بیفته چی میشه من دلتنگ کسی بشم، نمیدونم، چون هم خیلی درد داشت، هم خیلی خیلی حس خاصی بود، دردی بود که بلش کنیم دیگه، حالا که خوشبختانه، حالا بگیم خوشبختانه یا نمیگم خوشبختانه، به هر حال تجربه قشنگی بود از اینکه این درد رو حس کنیم، درد رو حس کنیم، قشنگ بود از این نظر. برای همین میخوام یه چیزی رو به شما بگم، و اون که شما این حالتهایی که پیش میاد، من چون به اطرافیان خودم گفته بودم که اگر بلد باشید با من چجوری کنار بیایید و فقط آروم باشید، فقط سکوت کنید، فقط ناظر باشید، یا اگه دوست داشتید سوال کنید، ولی کنترلم نکنید و با من سعی نکنید که وای چی شد، آی اوی، از این حرفا نزنید. برای همین خیلی جالبه، شاید الان وهله اول یکی ببینه بگه چشه افتاد، حنا رو دید اینجوری شد، وای داره گریه میکنه، وای فلان تنهاست، ای وای طفله، آی فلان، اینا بذارید. من اصلا اینا رو این به اینا عادت کردم، اصلا این کامنت هایی که زیر این پست بود و اکثرش رو ندیدم، به خاطر اینکه میدونستم دو سه تاشو که دیدم گفتم که بذار اون برداشته خوشنو بکنم دیگه. من دنبال یک نفر در هزار نفر هستم که حتی یه ذره حس کنه و درک کنه و بعد آشتی کنه و با اطرافیان خودشم، چه در حالات مختلف، مرگ، بدبختی، شکست، خشم، نفرت، تمام اینها عقلش رو، تعقلش رو همراه کنه و بیان جلو و حالا ولش کنیم، حالا بمونه. چی چون؟ خب باش، میام پیامات رو ببینم. خب بچه ها، کی دوست داره بیاد بالا، بیاید بالا، یک سری وقت شماست، من میخوام آب بخورم، آب عشق. خب سپیده بچه ها، حالم خوبه، حالمو نپرسید، نمیدونم، بری سر اصل مطلب. کسانی که میخوام یه کاری نکنی که مثل تلگرام کسانی که میان تو رو بیارم. ندا خب ندا بیاد بالا. ندا تو unable نوشت، unable. خب بذار بریم ببینیم که مهسا. نگار تو رو من دیروز آوردم، اومدی ناظر شدی، خب دیگه امروز نمیارم چون سوال خاصی نداشتی، سوالی داری اگر مطرح میکنی، دیروز دیشب آوردم. خب این یکی هم چقدر کسا آن ایبل هستن، اگر میخواین تقاضا که دادید، خب یعنی این همه آدم تقاضا دادن. زیبا فرخی ببینیم، یه نفر اومده بالا من ندیدم کیه، اینه تسمون ضعیفه،
کسی که نوکش ضعیفه دیگه. رفتش چه همه تون آنیبل هستید. مهدی طیبی اینم که مثل که انگار کسی نمیخواد بیاد خودم بیام حرف بزنم. خب بیام ببینم من این وقت رو گذاشتم برای شما. یعنی که چی میخوام مجرم خدا زن میخوام زر زیاد زدی برکن به سری حرف های بعض وقتا چرت و پرت. یکی که بود آرمین فلان ببینیم این که حالا چند نفر همینطور من چیز میکنم ببینم که سرمم سرمه اوه. زیبا خانم سلام، خسته نباشید. من کرماشا مزاحم میشم، یه درخواست از شما دارم. من آشنای آرینا هم، یکی از پستاش توی یوتیوب آپلود کردید بعد بهتونم پیام داده بلاک کردید. فقط درخواست دارم که اون یه دونه پست توی یوتیوب پاک کنید، همین که من دیگه پیگیری رو بی خیال شم دست شما در نکنه. ما خیلی درگیر این کلیپ بودیم، واقعا ناخواسته بوده. حالا راضی نیستن ایشان. شما چه نسبتی دارید باهاش؟ من پسر خالشم. آها خیلی خوب، پس من امروز آن بلاکش میکنم خودش بیاد حرف بزن. دست شما در نکنه. همین الان بهش بگم بیاد بالا. آره بیاد بالا. همین الان بلاکش کنی دست در نکنه. نه همین خودش بیاد تو اینجا بیاد الان بگه من همین الان بیاد بگه من الان برم بعد از لایف. آخه بلاکه خودش بلاکه. من الان دو دقیقه پیش باهاش صحبت کردم. اینجا که بلاک نیست. چرا چرا تو این تو این استا بلاکه. آرینا رو که میشناسی دیگه، پستش یوتیوب آرینا آقا جانپور پستش یوتیوب گذاشتی در مورد تجاوز. خب نه تو اون توی اینجا بلاک نیست. من دیگه برم پایین بیا. بگو بیاد بلاک نیست. باشه من الان خیلی که شاید موف تو جنراله که من نبینم پیاماشو. شاید هم اینطوریه، ایشان ناراضی هن در کل بابت اون چیزا. حالا میادم بالا. به هر حال اگرم نمیمد بالا بعدم بیاد تو تلگرام بیاد با من صحبت کنه. باشه دست شما در نکنم. باشه کنم صحبت کنه دیگه. به هر حال این خواسته من برش میدم. دست شما در نکنم. متشکرم. اون موقعی بود که خواسته بود خودش شاید بعد الان دسترسی به شما نداره. آره شاید یه سری مشکلا پیش اومده. اون زمان آره. اون زمانی بود که من گفتم هر کی میخواد کلیپاشو درسته آره. باشه اینو قبول دارم. اون موقع الان یه سری مشکلات پیش اومده که آره دسترسی به شما نداره. من اومدم بالا اینو بگم درخواست کنم ازت دست شما در نکنم. من بهش اوکی داده بودم نمیپذیرم. باش بای بای. متشکرم دست شما در نکنم. فعلا خداحافظ. باشه نه اینو خودم بهش گفته بودم اون موقع که اول که گفت گفتم آره پاکش میکنه. نه بهش گفته بودم پاکم کرده بودم توی اینستا چون اون موقعی بود که گفتم هر کی که میخواد بیاد پاک کنم پاک کنم. ولی خب توی یوتیوب مونده بود دیگه. انقدر که توی یوتیوبم فیلم دارم چند تا هم از مولود مونده بود. بعد اومد گفتم ای نه مولود فکر نکنم مونده باشه. بعد اومد گفت نه اینا مونده. رفتم دیدم آره اون تحتها یه چیزایی مونده بود چون 20 تا اونا رو هم پاک کردم از مولود. خب ببینیم که نگار بیاد ببینیم. نگار بیا ببینیم تو رو. نگار دوست دارم. نگار بیاد ببینیم. بله برا تک یک مده یا بله برا سلام سلام چطوری رفتی چه شعر اونا رو استوری کردی قشنگ بود. ولی چون چند تا دیگه از بچه ها استوری کرده بودن دیگه نخواستم هی منم بعد استوریش کنم. لایک کردم. شما هر کاری رو بکن که دوست داری. آخه بیزه تو اینجوری کن ببینم چه خوشگل بود. آخه خوشگل. آره
بولیزت آها شنگه خوشگل. خب نگو بگو ببینم دختر خوشگل چه در دل داری؟ سوالی داری بگو. والا باز دوباره من والا رو گفتم. نه که خیلی نمودم. میدونید یادتون هستش که همین چند یکی دو هفته پیش همین پیج چالش ریپورت یه پیجی بود براتون فرستاده بودم راجع به شما، یه تهمت های برداشت های خودش رو کرده بود و ارائه داده بود و چون من افشاگری کردم راجع به اون پیج، خب که راجع به شما داشت بد میگفت، اون پیج اومد گفت که من ادمین پیج شما هستم و اصلا با شما همکاری میکنم، خیلی سال هاست که با شما دارم اکتیولی همکاری میکنم، کلی دروغ و تهمت راجع به من و شما گفت که اون پیج الان دیسیبل کرد خودشو. همه چی رو توی دی ام ها میتونم براتون سایلنت کن. فکر کنم که این تلفن توی که هی چیز میکنه، تلفن توی که صدا میاد. سایلنت کن از بالا. اوکی کسی منتظرته؟ نه نه این صابخونه هی میاد یه چیزی میگه من نمیفهم. ببین چیزه از تلاشای تو بود دیسیبل کرد؟ آخه نه، میدونید این پیج یه پیج افشاگری با کمک من و بچه ها رسوندیمش به 50,000 فالوور. خب یک پیج افشاگری هست به اسم چالش ریپورت. این پیج وقتی 200 تا فالوور داشت اومد سراغ من، کمکش کردیم، با بچه ها رفتیم زیر پستای مردم. بعدن ضد من شد، بعدن ضد زیبان آوت شد. از همون اولش مثلا من بازوی اون پیج بودم، یعنی هر پستی میخواست بذاره اول میومد با من مشورت میکرد، بعد یهویی میدید که نگار زیبا دوست هستی، قضیه چیه؟ میگم آره من با فالوور زیبا هستم، ولی خیلی یعنی هیچ وقت خودم رو نشون نداده بودم تا وقتی که زیر پستای زیبا با یکی مثل اینکه دوام شد، اون کس اومد به اسم من پیج واز کرد. یادته که بهت گفتم اون آدم آره بگو حالا چی شد؟ الان بگو الان چی شده؟ اون موضوع سر اون لایوی که با شما گذاشتم، خب اومد بر علیه من گفت که آره حرفایی که من و شما با هم زده بودیم و تویست کرده بود، یعنی اینجوری برعکس کرده بود و گفته بود جوری که مثلا من شما دارین فرهنگ ایرانی رو خراب میکنین و تخریب میکنین و من دارم بهتون کمک میکنم و یه عالمه چرت و پرت دروغ. من با یه سری فرهنگا رو که تخریب میکنیم دیگه، ناخودآگاه دیگه، آزادی بیانه، آزادی بیانه، این نظرش مثل که من در مورد یه سری چیزی حرف بزنم که ای وای مثلا ضد فرهنگ، مثلا فرض کن ضد فرهنگ اسلامی، خوب باشه میخواد تخریب بشه بشه دیگه، ما حرفمونو میزنیم. بگو شما میتونین هر حرفی که دوست دارین بزنین، اصلا بگین من شیطان پرستم، اصلا بگین من ضد اسلامم. این کار چی شد؟ بعد چی شد؟ درسته بعد چی شد؟ بعد ببین من با اون پیج در همکاری می کردم که انگل های مجازی رو دستشون رو رو کنیم، همون آدمایی که سایت شرط بندی می زنن، میان مردم رو گول می زنن، می دونی؟ میگن سایتمون معتبره ولی معتبر نیست. بعد اجازه بدید الان میام یه لحظه بچه بذاری ببینیم که این سپیدم می خواد ببینیم اینم می تونه بیاد. کسایی که حرفی دارن خب بیان بزنن دیگه. اوکی ببخشید. خب یه نفر من ریکوستش رو پذیرفتم، نمیدونم حالا یه دفعه میتونه بیاد یا نیاد. یه دفعه اومد بالا
اینجوری جا نخوری. خب بگو. بعد همین بعد سر یه سری موضوعهای آزادی بیان و فهم درک اشتباهی که از مثلا کودک آزاری یا آزادی بیان داشت و من بهش توضیح دادم که ببین شما نمیتونی بیای پلتفرم زیبا رو از زیبا بگیری به خاطر اینکه با حرفش راضی نیستی. اوکی؟ این چیز جا بیفته تو فرهنگ ما، باید جا بیفته. شما میتونی هرچی میخواین بگین، هیچ کی حق نداره آزادی بیان کسی رو بگیره. خب حالا چی شد؟ نتیجه نهایتاً چی شد؟ و الان از من تو این بالا که اومدی چی رو میخوای بگی؟ هیچی، فقط نتیجه این شد که کاملاً از من کلی تهمت و دروغ و اینا گذاشت و منم افشاش کردم و الان پیجشو بسته. مثل اینکه پیجشو بسته و دومشو گذاشته لای پاهاشو و فرار کرده و منم همینجوری اومدم بالا که بگم موفق شدی. موفق نه، یعنی میدونی چیه؟ فقط همین حرفمو میزنم یه موفقیت برای من. همین که 500 خورده ای آدم دارن این حرفو میشنون و چه دوست دارن چه دوست ندارن باید براشون جا بیفته، این برای من موفقیت. من تو رو دوست دارم نگار. منم تو رو دوست دارم زیبا. ببین میدونی منو نروژ دعوت شدن؟ واقعا؟ آره ولی هنوز هر وقتی که بخوام. خب نصف هزینه، یعنی هزینه بلیت منم حاضر شده این دوستمون بپردازه، بعدش هم دیگه تمام هزینه هم اونجا تامینه و ولی اسلو میام، اسلو. ولی بذار حسش باید بیاد، میدونی باید این مسئله کرونا و این چیز، منم آخه واکسن هم نزدم، میدونی یه مقدار الان تو آلمان خیلی اومده پایین چیز درصده. واکسن زدی؟ نه 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 نزدی؟ من واکسن نزدم، میخوام سعی کنم نزدم. نه اینکه نمیخوام بزنم، ببین ولی من نمیخوام برم دنبال واکسن. با خودم میگم واکسن خودش بیاد، واکسن خودش میاد. شیما شما میتونید سوالو، میدونم واکسن خودش میاد سمت شما. آره ببین الان من نمیخوام بهش فکر کنم، نمیخوام بگم آهای واکسن کجایی، وای فلان و اینا چی شده، حالا دیگه کرونا بذاری، حالا کرونا هم خواست بیاد دیگه، به هر حال کرونا هم یه بخشی از طبیعت ماست دیگه، بازم دیگه نهایت میمیریم دیگه، اگه مردیم شما بازم چیه نوشتم که برای من گریه و زاری نکنید و قشنگ بشینید بگید که وای زیبا گفته بود که ادامه بدیم و خیلی انگار نه انگار، انگار که این آب رو بذار بریزم، انگار که این آب از این ریخ بره اینجا، حالا واکسن خودش میاد. اگر یه مقدار شرایط چه به هر حال اون دعوت رو چون میشناسمش، جواد یکی از دوستان بوده، چند بارم اومده آلمان، خونه منم اومده، خونه فوزی هم اومده، چند وقت پیش جواد شاید اگر لایو رو میبینه بذار با تو آشناش بکنم، تو حتی بری پیشه برو اصلا خیلی تو دی ام مشخصاتشون رو به من بده حتما باش تماس میگیرم. مرحال اولین مسافرتی که برای خودم گذاشتم اسلوه. ایوال باید با منم هماهنگ کنی. معلومه همه اول که میخوام بیام، قبل از این که بیام من برنامه ریزی میکنم و این که با یه تیر ده نشون بزنیم دیگه. آره دیگه خیلی خوب. پس تو میخوای بری پایین، برو. مرسی خیلی خوب شد اومدی، میدونی که من تو رو اصلا شور و حال تو دوست دارم، وحشیگریت هم دوست دارم. منم بس واسه همین شما رو دوست دارم چون خودتونی. آره دیگه دختر پرشوروشو بابا بذاری طرفاشو بزنه، بذاری کارهایی که میکنه به کسی بزنی حربه نزده که خیلی نگاه. بای بای. خب اینم نگار ما از نروژ. خب بیایم ببینیم این کی را مار بچه ها خیلی ها رو من تقاضاشون رو چیز کردم، ولی خب آخه یکی نوشت مرسی نگار.
خب ببینیم که یکی اومد بود، یکی هم میخواست. یک لحظه اینجوری میای فکر میکنیم پیام بازرگانیه. یه لحظه خب زیبا تیغت نبرید یعنی چی؟ نه یعنی که کسی رو تیغ زده باشن؟ آخه دیگه خب جواد اینقدر به من رو چیز کرده، وقتی گفت نصفشو من پذیرفتم دیگه، گفتم باشه، اینقدر محبت های دیگه ای کرده به من، تیرم نه اینجا کامل نصف برید، تیرمون نصف برید. این کیه بابا؟ برو خود آماده کن بعد تقاضا بده دیگه. چی شده؟ این میخواست حالا چیکار کنه؟ دختر من یه واکسن دارم، همه چی رو درمان میکنه، از کنه نتائج هر چی میخواد بیاد پیری به بیام بهش بزنم. باشه فهمیدیم، واکسن تو واکسن چیز جوانی خوبه. خیلی خوب زیبا، برات یه توشی خوشگل فرستادم، کیف کنی. باشه بفرسته، حتی عکساش هم باشن. یه فرانکی هست بچه، اومدم اینجوری نشستم که یکی از این بچه ها گفت بابا زیبا ویو تا عوض کن، بابا اینجا نشستم بیزم اینجوری بکنم کچ چیز نشه. آره خب بچه ها ببینیم که چی کار میخواست بکنه. خب بابا 2 ساعت حالا بیاد اینجا دیگه کارش میانش کنی. کریزی بریزی چیه؟ کریزی هم کسایی که میخواد. خیلی خوب بچه ها بیاییم. خیلی خوب. سلام، خوبی؟ زیبا جان فدات بشم، دارم تلاش میکنم با شما تصویری بگیرم. خب خوبه، خیلی خوشحالم قبول کردین. خب اسم چیه؟ کریزی؟ کریزی مریم. کریزی مریم کریزی مریزی، صورتتو نشون بده ببینیم. فدات بشم. خوبی؟ لای بس خیلی خوشحال شدم قبول کردی، نمیتونم صورتمون نشون بدم، معذرت میخوام، خواستم باهاتون صحبت کنم. خب نشون بدیش کن، میگم بیا صحبتتو بکن، بگو. باشه بگو. میخواستم بهم کمک کنی، مشاوره بدین، واقعا زندگی سختی دارم، با مشکل برخوردم. هم از بچی از کدوم شهر؟ جانم از مریم. از کدوم شهر؟ کرمان بم. کرمان بم. چند سالته؟ 28 سالم. 28. خب بالا میگی مشکل چیه؟ دایرکت خیلی بهتون پیام دادم جواب ندادین، سعی میکردم تصویری بگیرم. تو کاری کردی، باید واقعا اصلا دایرکت ها رو باید یه فکری باید بکنیم. بچه ها کسایی که من دایرکت نمیبینم یه شماره تلگرام پیام بدید دیگه، یا مثلا به بچه هایی که میدونید ما من ارتباط دارم پیام بدید، اونا به من پیامت رو برست. از سامی راست کرد اینو. خب بگو ببینیم الان مشکل چیه، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم برای مشکل. نمیتونم بعد با تون تماس داشته باشم، جوری دیگه صحبت کنم، یه جوری نمیخوام صحبت کنم. صحبت هایی دارم. تلگرام داری؟ آره تلگرام داری؟ نه تلگرام ندارم. خب باشه دیگه، چیکارت کنم پس؟ تلگرام هم نداری؟ چیکار کنم؟ تلگرام وصل میکنم یه جوری بهم. چی کنیم؟ دایرکت بهم بگین که من باهاتون در ارتباط باشم. ببین دایرکت تلگرام وصل میکنی؟ خب بذار همین الان بذار دارم چیز میکنم. این اگه بیاد ببینیم با هشون اسکرین بگیر، برو همینو چیز کن، همینو تلگرام من بیار. خب دیده شدی؟ چقدر خوشگلی. مرسی، خب بالاخره خودتو نشون.
بعدا نیایی بگی پاک کن و لایو سیف میشه. اشکال نده. مرسی، برو حسنم بیرون یا پیامتو بده ببینیم که مشکل چیه، بعدش هم که بیا توی گروه و اونجا حل کن. خب باش عزیزم، ممنون از این که درخواستم قبول کردین، خیلی خوشحال شدم صداتون بشم. من دیگه لایو قطع میکنم. خدا اسمتم واقعی کن دیگه، کریزی مریزی چیه تو که خودم بذارم. وقتی کریزی مریزی اینجور چه که روزا هستم بیار بالا. خب بذار روزا رو بیاریم بالا ببینیم که گولایف بچه ها کدوم روزا، روزایی که فکر کنم این روزا چند روزایی داشتیم. زیبا جان، حال شما عزیزم، من این گوشیو بذارمش یه جایی ثابت اگه اجازه بدی. آفرین که حالا ما نپرسیدی. آفرین، سلام و درود و دو ساعت بدرود زیبای عزیزم. تو کدوم؟ باه به چه خوشگلو، چه رو کدوم دایی؟ یه بار دیگه اومده بودی؟ آره عزیزم، زیبا جان روزا هستم، همسرم ایسا، بعدن بهت گفتم برلینی. برلین، میتونی یه چیز، آفرین آفرین. خب همون که دوستاتم اومدم بالا و بعدن یکی باره کلا من برات چیز کردم، نوشتم که من روزا هم، یه عالمه هم نوشتم، صبح که صبونه خوردی پا به پات صبونه خوردم مثل خودت. آخه ببین یعنی زیبا، به خدا اتفاقا میل نداشتم. سلام آیسان جون، سلام بچه ها، سلام عزیزای دل به همه. نگاه من اومدم دوباره همه اومدن. زیبا اینجوریه دیگه. ای خدا دوستایی که ببین دوستایی بیان بالا که بعدن هی نیام بگم ما نمیدونستیم چه سیف میشه. بچه ها سیف میشه این لایف. آره بچه ها، بچه ها دوستای گلم، بچه هایی که از سمت من هستن میشناسمشون، اگه دوست دارن بیان بالا این لایف سیف میشه بگن. آفرین، بعدن نگن آره. که چه بچه فیلتر آره. نیست خودشه، فکر کن فیلتری بابا بزه. عزیزای دل چرا همه چیز رو اینجوری قضاوت میکنیم؟ که نیستش یا هستش. نیبا جان اومدی شما نگاه کن، اون پنیری که گذاشتی یا گازی، من دارم نمونهشو، برم در یخچال بهت نشون بدم. گذاشتم زیتون، گذاشتم سبزی هم داشتم گذاشتم، دیدی که آلمان سبزی چقدر بد گیر میاد و اینا چجوریه داستانش. من از مغازه ترک، نه من از مغازه ترکا میگیرم، بعد مثلا جعفری دسته ای بزرگ میگیرم. آره تو آلمان اگه بخوای از آلمانیا بگیری اینقدر سبزی بخوای بخوری باید 10 یورو بدی. آره 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 دقیقاً دقیقاً درسته. بعد من دیگه همین، حالا نهایتاً از مغازه آلمانی من نهایتاً پیازچه و ترکچه میگیرم، مابقی و همه رو از چیز میگیرم، ترکاینا میگیرم. بعد دیگه قشنگ عسل هم دو سه مدل داشتم، عسلا رو گذاشتم، یه دمنوش، حالا من کافی دیگه نه درست نکنم، یه دمنوش میخواد برات هم نوشتم که دمنوش بخور. چرا دمنوش میوه خشک نمیخوری زیبا جا؟ دمنوش میوه خشک گوته ایده. آره اه؟ آره ببین الان من دایرکت به چجوری میوه های خشک مثل، خب انجیر و اینا که داریم دیگه، انجیر نه نه ببین بهت داخل دایرکت برات میفرستم. زیبا میگی تلگرام، بیایید اونجا با آیدی من ارتباط بگیرید. من تلگرام آیدی شخصی خودتو نذاشتی که کسی بتونه بهت پیام بده. از من همین شماره رو سیف کن، همین رو سیف کن. خب بعدش زیبا ناوک یک میاد بالا، خب همین شماره که پین کردم. آها اوکی، تو به من زنگ زن بگی روزا هستم، بعد بیا اونجا. اصلا تو که برلین بودی دیگه، نزدیک برلین. آره خیلی، ما میتونیم برنامه بذاریم بیایم و بچه های برلین، و خیلی برلین من یه دوستای خوبی دارم، میام برلین هم میام. خب زیبا جان همسر عزیزم تو لایو من بهش سلام بدم، خسته نباشید، داره میاد خونه، عشق دلم، خسته نباشید. خب اینو گفته که بچه ها دیگه نیان تو دایرکت. نه 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 واقعا تو لایو و
الان توی راه که داره میاد، نگاه گوشیش جلوه و داره رانندگی میکنه. حالا لایو منم براش که رفته داره منو میبینه. دوست به روی ماهت عزیزم. اسمش چی بود؟ من بهش بگم ایسا. اونم ایسا. خیلی خوبه که خیلی خوبه. ایسا منو میشناسه دیگه. پسرت هم بله. پسر دختر داشته. آره پسرم. آره پسرم رو دیدی. آره پسرت. آره. خب به هر حال روزا ولی جواب سوال بچه ها که گفتن فیلتر گذاشتی ندادی. گذاشتی یا نذاشتی؟ فقط آره یا نه. عزیزای دل شما اگه دوست دارید من فیلتر داشته باشم به ذهنتون بگید فیلتر داره. اگه میخواید بگید من فیلتر ندارم بگید من فیلتر ندارم. روزا ببین تو مال رو اینقدر با چیزای مختلف بگو آره دارم، این حق توی که بذاری. نه اصلا اصلا آره یکم بلاو شده اشکال نداره ما میره. چی میگه؟ چی شد؟ دیروز حالا یه ذره پشت سرش درد گرفت دخترم. رفتی که حالا مهم نیستش الان با من که کار نداشت که رفتی به لایف نداشت. نه 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 نداشت مهم نیستش. گفتم یعنی اگر واقعا میخواد مثلا بیا تو لایو یا مثلا صحبتی بکنه یا ما مزاحمش هستیم اینو این مسئله رو چیز کن. خیلی خوب ببین چی میگه. من الان دخترم 10 سالشه زیبا جان. چند سالشه؟ دخترم 10 سالشه. 10 سالشه. خوب اوکی باشه. گفتم شاید 10 ساله. یه دو تا بچه داشتی نه؟ یه دختر یه پسر. آره عزیزم. آره آره عزیزم یه دختر یه پسر. آره آره ببین من روزا بذار تو نرفته اینو بهت بگم. این برخوردی که تو کردی که سریع مثلا صریح جواب ندادی مثلا اینو شاید یه هدیه برای تو باشه که جواب رو صریح بدی در رابطه با این. این که نمیدونم چرا جاج میکنی چرا فلان میکنی چرا اینجوری تو فکرت برو اینجا مثلا الان از تو میپرسن سنت چقدر؟ سنت چقدر؟ من 62 هستم. 83983. چند سالته؟ من تو چنج نکنم. نه دیگه یک دو آگوست میشم 39 سال. 39 سال. خب 39 سال سری این 39 به من از یکی میگه من میگم 60. حالا بیاد یکی بگه حالا تو فکر میکنی من چند سالمه از خانوما نمیدونم 200 داستان سرایی میشه. این یا طرف میتونه بگه این جواب صریح بده یا اینکه بگه که جواب سوال شما رو نمیدم. میدونی این الان در رابطه با این مسئله فیلتر یه مقدار من خودم پوینت منفی به تو دادم از این نظر که صریح جواب نداد و سه تا گزینه است. آره نه سوال شما رو جواب نمیدم. آره اینو به هر حال این مسئله رو در نظر داشته باش در مورد هر یه چیزی من بگم زیبا جان یه چیزی بگم انقدر مثلا میشه توی حالا به هر حال هر چقدرم الان تو حتی فیلتر و فلانم گذاشته باشی باز خوشگلیت میشه دیگه تمام این صورت تو که دیگه فیلتر نمیاد که یه دگردیسی بکنه که به هر حال یه تغییر کوچولوی داده دیگه مثل من که الان مثلا فرض کن که من روی زدم. خب خب حالا اینه تو سوالتو بگو جوابتو بگو از دلم سوال با نه گفتی که زیبا میخوان چی اومدن دایرکت یا چی یه چیزی گفتی؟ نه فراموش کردم یه کامنتی رو داشتم میخوندم فراموش کردم. خلاصه که میبوسم روی ماه تو زیبا جان. خوبه که صبحونم با من میخوری. امیدوارم که بیایم به زودی چون نزدیک هم هستیم تقریبا 2-3 ساعت راه دیگه با برلین با هامبورگ یه موقعی صبحانه واقعا بخوریم بعد میدونی چه لایف بذاریم بگیم بچه های صبحانه دست جمعی. امیدوارم عزیزم. حالا که پوینت منفی دم یه نکته مثبتت اینه که عیسی تو جریان تمام روابطت هست و این خیلی مهمه همسر این خیلی مهمه که ما تو همه اینا نگیم مسئله خصوصی من مسئله خصوصی من خودم خیلی بدم میاد که مثلا یکی حتی یه دفعه با کسی که زندگی میکنه یا فلا مثلا بگه که خب شما چرا به گوشی شخصیه شما چرا به این دست دادی نگاه کنه. من دوستایی میمدن تو خونه من میگفتن زیبا میشه گوشی تو نگاه کنیم ببینیم چیا میگفتن بیاریم
اتفاقا یه همچین چیزی هم یکی با ایمیلم هم اینجوری باعث شد که هر که بودم بابا یکی گفت من حتما بده ایمیلتو بگم اما نگاه کنم بابا دادیم یه نفری که باز بار ضربه ای بزنه از اون طریق ضربه زنه سریع اون دوستم رفت خونه اون بعد این کاری کرد. خب به هر حال مرسی ازت ممنون خود دوستی اگه دوستی هستش میخواد بیاد بگو معرفی کن بیاد. آره من دوستامو دیدم و بهشونم گفتم ولی فکر میکنم میدونی که چجوری بود استایلشون یکی یهو رفت پایین یکی موند یکی بعد ناراحت شد یه داستانی هم شد گفتن که حالا آره ببین داستانم بگو اون داستانم آره ببین یه چیزی که هستش من الان زیبا جان هر لایو دیگه ای اگه تو اون لحظه لایو دیدی توی اینستاگرام بالا میاد اگه بخوام توی اون لایو بالا برم قطعا قبلش یه لحظه قبلش میرم پیج رو نگاه میکنم ببینم این کیه اصلا من دارم میرم تو لایوش حداقل اگه توی اون تایم تا الان تا اون لحظه نمیشناختمش توی اون لحظه قبلش قبل از اینکه بالا برم ببینم کی هستن که من دارم میرم توی لایوش یا اینکه سخن از چی قراره اینجا بشه چی به چیه کی به کیه من چی شد یعنی آره بعد خب خیلی جالب بود یه افرادی اومدن گفتن او روزا تو رفتی لایو زیبا نابک همه رو کشوندی بالا در چرا دردسر درست کردی چرا این کار کرد گفتم شما این پای بودید بچه ها دوست داشتن خودشون بیان بالا اعلام حضور کردن حتی شما نشناختیشون بعد گفتم که فلانی مثلا قلب قرمز بذار پین بشی یا اینکه یه قلب سبز بذار اول پینشون کردی شناختشون بعد آوردیشون بالا میتونستن درخواست رو رد کنن میتونستن نیان تازه یه چیزی بهت بگم روزا ببین این خانومی که نمیدونم یکی بود از ایتالیا یه خانم جالبی هم بود بعد اومد گفتش که زیبا جان میخواستم یه حرف بزنم تا اومد صحبت کنه گفتم اگه در رابطه با اینه که لایو حذف کنم حذف نمی کنم پیام تو اگه پیام دیگه داری بگو گفت نه همین بود فلان و اینا گفتم که حذف نمیشه شما یه قسمت از لایو اومدید الان ممکنه یه قسمت دیگه مثلا حالا دیشب من یه لایو الکی پلکی همینطور بود بچه ها چیز کردن اونو دیگه من معمولا دو تا لایو چیز میذارم دیگه کتی میذارم یا حالا مثلا بقیهش بچه ها میگم که ببرید توی پیجای خودتون من میام اون موقع آخر شب میام اونجا توی پیجای خودتون هر چی میخواییم بگیم بگیم ولی این فرد یعنی نشون میداد که خب نمیتونه از حرفی که تو اومدی خیلی قشنگ حرف زدی خانم نمیدونم چی یادم رفت اسمه بعدا یه دفعه میایم که خب پس معلومه که یک ریگی تو کفشته دیگه چرا نمیتونی از اون حرفایی که زد من زدم دیگه من رفتم من این کارو کردم پاک کن شما میخوای پاک کنی که چی بشه بگی مثلا فرض کن که ای وای آبرون نره این همون چیزاییه که در واقع ما میخوایم اتفاقا تویی که اتفاقا پیجش هم خیلی هم پربیننده بود از پیجای پربیننده بود خوب باید این مسئله رو به هر حال مرسی این کسایی که بیان بدونن که اینجوریه دیگه فداتم عزیزم مجددا خیلی خوشحال شدم عزیزم و آرزوی سلامتی دارم برات تلگرام بیا که من با بچه‌ای که تو آلمان هستم دوست دارم بیشتر بشه باید. و بچه‌ها حتما قربان شما مرسی از کامنت‌های زیبا خدا نگهدار وای وای خب اینم از این مجبور نیست که پی فیلتر رو برداره که دوست داره فیلتر بذاره باید بذاره دیگه کسی که کسای دیگه ای که اصلا میان طرف میاد آقای نمیدونم حمید استاد نمیدونم دانشگاه چی بود با خانمش اومده بود توی لایو نمیدونم لایو مسعود زخمی تار نمیدونم تصویرم نداد این حداقل تصویر داد دیگه حالا دو تا فیلتر اینچنینی هم بابا روژ منم فیلتره دیگه اینم یه نوع فیلتر کرده رنگ منو دیگه رنگ لبمو اینم یه نوع فیلتره دیگه حالا زیاد دندن کنید دیگه کسی که میره تتو میکنه و لبا بیا اینم فیلتره دندونه منم چیزه دندونه واقعی نیست که سه تا بالا ایمپلنت دارم دو تا پایین ایمپلنت دارم اینم به نوعی فیلتره دیگه یعنی پوشونده اگه اونا نبودن اینو باید
چیز نشون. اینجا هنو به اینجا به تو نبیم اینجا به تو نبیم اونا دو یه ماه دیگه میخواد فیلتر گذاشته بشه. فیل کنید دیگه بابا، فیلتر گذاشته بذارید یه راحت بشه. به لباس مردم کار دارید، به چاقش مردم کار دارید، به نمیدونم فلان دارید، چاقی فلانی نمیدونم اینی جوشاتو بوده چیز کن. چرا این خالاتو بر نداشتی؟ چرا نمیدونم زمستون چیزه، چرا لباست کلوفته؟ لباس کلوفت، لباس نازک، لباس باز، لباس فلان نمیدونم موهاش چی 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 چی. پروفسور بازی رو بذارید کنار. پروفسورا بیل کنید دیگه، بیلتی نمی کنید. فردا میاید یه دفعه جزمه الان یکی یه چیزی نوشت گفت اه نمیدونم یه چیزایی نوشت. می نویسید دیگه، حالا بازم خوبه همه کامنت ها فیلتر بذارید. خب دماغش فلان نمیدونم چی چی. دماغ من از همه گنده، بیاید دماغ من خیلی گنده است هستم، ولی هر کاری میکنید عمل نمی کنم. روزا دروگوه فیلی منو بیاید بالا ببینیم این عبدال نمیدونم چی چی، عبدال چی چی هم بیاد بیاد بالا. عبدال کریمی الان بیای نیاید بیای الک بره. حال نپرسی، حال بپرسی میدونم ریموو میشی. قربون صدقه شوهرش، بذاری قربون صدقهش بره دیگه. خواست من اتفاقا احساس کردم خواست اولا بگه که من شوهر دارم، که مثلا فرض کن کسی نه قربون صدقهش هم بره، بذار بره علنی قربون صدقهش بره دیگه. نفرتشو که نشون نداد، گفت عزیزم دوست دارم، خوبه دیگه دوست داشتن که خوبه. البته بچه یه خاطره بهتون در این رابطه بگم، من اون اوایل اینقدر بدم میاد که یکی تا باش حرف بزن یه دفعه بگه من دوست دختر دارم یا دوست پسر دارم، من شوهر دارم، من زن دارم، اینقدر بدم میاد. یه مقالم توی رابطه نوشتم بابا نه چیز تقیب نه چی بود اومدم بازی مسئله بگم، نه به داره نه به باره، تو سریع اومدی داره میگی من آنیبل شدی و دامونم برده بودم، نه به باره نه به با داره. طرف سری میاد میگه من شوهر دارم، چی کار کنیم شوهر داری یا مثلا زن داری داشته باشی چی کار کنیم؟ اطلاع رسانیه چیه؟ میخوای با من مثلا فرض کنسر، یا اینکه یعنی میترسی که حرف بزنه، یا مثلا مبادا رابطه یه چیز پیش بیاد نمیدونم، یا من جای خواهر کسی میگه شما جای مثلا فرض کن مادر من، خاله من، خواهر من، گفتم یعنی چی؟ میخوای بگی یعنی من بهت اگه احساسی پیدا کردم نگم؟ اتور دا اتور این چرت و پرتا دیگه گذشت، بس دیگه. بچه این شلوار اینقدر باحاله، این شلوار چه خیلی بال. مرسی فوزیه، فوزیه که نیستش، فوزیه قرد کرده ولی اینو آورده بود. اول گفتم که خیلی تنگه به اندازه من نمیشه، خیلی باله، نخیه خیلی خوب، ولی دیدم دو روزی که اندازه میشه فکر کنم از لایوای صبحونه و اینجور چیز هست کن. چیزه رسول کو، رسول اگه هستی بیا بالا. بچه رسول چیز شدی، من رسول رو دوست دارم. بچه رسول اگه هست، آها این خانم شیما میخواد بیا سوال کنه، بیان شیما بیا سوال کنه، شیما بیاد ببینیم میخواد در مورد حتما علی مفاخریان سوال کنه. بفرمایید. درود بر شما و عزیزان حاضر در لایف. صدای من هست؟ آره صدای تو هست. حتما نمیخوای طبق معمول تصویر بدی؟ بله من یه سوال داشتم راجع به آقای مفاخریان، اگه براتون مقدور هست جواب بدید. سوال من اینه که آقای مفاخریان توی گروه شما چقدر فعالیت داشت و چه مدت؟ چون من از ایشون خواستم لایو بذارن، منتهایشون لایو نذاشتن و توضیح ندادن. چی بود؟ چه مدت چی؟ چه مدتی در گروه تلگرام شما حضور داشتن و فعالیتشون چی بود؟ چون من از ایشون خواستم اصلا هیچ وقتم خودش لفت نداد، همیشه بود. من چون دیدم دیگه خیلی ناوک ستیزی میکنه نمیدونم فلان اینو، گفتم خب دیگه شما دیگه لایوارو گذاشتی برای چی تشریف آوردید اینجا دیگه.
بودم میشه. تا چند وقت پیش که من خودم ریمووش کردم، گفتم دیگه بچه ها این ایشون هیچ کاری شیماست. بچه ها میدونم یکی از کسانیه که مخالف من هستش، ولی خب به هر حال تا موقعی که سوالشون رو منطقی میپرسم ما هم جوابشون هستیم، کاری نداریم به کسی که مخالفه. اون مبارزه خودشون هم میتونه ادامه داشته باشه، ادامه هم بده. خب نه، هدف من تموم شد دیگه، من مبارزه ای ندارم. هدف من حذف اطلاعات بود که شما هم انجام دادید دیگه، تموم شد هدف من. یعنی الان دیگه مبارزه نمی کنی با من؟ مبارزه که یه هدف بود، به خاطر اون هدف هم داشتم مبارزه می کردم، ولی دیگه الان فکر کنم یک ماهی هست اعلام کردم که دیگه من پایان هدف و مبارزه ای ندارم دیگه. الان به هر دلیلی مرسی که خب به هر حال با آرامش برخورد میکنی و سوال میکنی. من آقای مفاخریان جوابت اینه، اگه میخوایم دقیق میتونی از تلگرام یا از زمان چیزش رو بری تو کانال معرفی ما، اونجا هنوز هستش، زمانش رو نگاه کنیم میبینی همون موقع که اومده، چون هر کسی که میاد توی کانال ما معرفی نامه ویدیو معرفیش رو میذاریم تو کانال معرفی، اون موقع زمانش رو میتونی ببینی. بعدش هم که لف دادنش هم که هیچ وقت لف نداد و من ریموف کردنش از گروه هم فکر کنم که 2-3 هفته پیش بود. فعالیتش تو گروه شما چی بود؟ به گفته خودشون فقط کسب اطلاعات بود و جاسوسی یا نه؟ جاسوسی همه جاسوسا خوش آمدن، ما زیاد جاسوس داریم، چون گروهمون رازنداریه و هر کسی میتونه بیاد و هیچ کسی رو محدود نمی کنیم که پیامی از گروه رو به کسی نفرست. ما قبلا تو کانال همه پیام ها رو میذاشتیم، ولی الان به خاطر تراکم کار من هستش که من نمیتونم بذارم. واسه همین یه دوتا ویدیو مسیج دادم بهشون، گفتم که بچه ها من نمیتونم و الانم نمیخوامم که دیگه، هم نمیتونم هم نمیخوام که دیگه همه پیام هایی که تو گروه هست بچه ها که صحبت کنم گهگاه میذاریم، ولی ایشون جاسوس الانم اگه میخواد به عنوان یه جاسوس بیاد میتونه بیاد، چون که ما هر چیزی که داریم که میخواد بیاد میاد مطرح کنه. خیلی یه چیزی که علنیه همه چیزش هست. شما فکر میکنید نزدیک 300 نفر که عضوی که تو اینجا هستن موافق زیبانابک هستن؟ خیلیاشون مخالف زیبانابک هستن، ولی بر ضد آیین نامه کاری نمیکنن. البته بر ضد آیین نامه ما هم کاری نکرد آقای مفاخریان، میتونم الان بتونه بیاد. من فقط اون موقع دیدم که خیلی دیگه داره ناوک ستیزی میکنه، گفتم خب دلیلی نداری که بیای. در واقع ریموف کردنش هم به نظر خودم الان نگاه میکنم خیلی کار درستی نبود، میتونه بیاد دوباره جاسوسی کنه. درسته. بعد از اینکه شما باهاش لایو نذاشتید، چون قرار بود باهاش لایو بذارید ولی لایو نذاشتید، میتونید بگید چرا باهاش لایو نذاشتید؟ علتش چی بود؟ علتش این بود که من ازش میخواستم که یک بار لایو گذاشتم، یه بار اوایل لایو گذاشتم، چون از من خواست رفتم گذاشتم. دفعه بعدی که خواست گفتم، من برای اینکه خیلی خسته کننده برای من حرفاش بود، گفتم که 1,000,000 تومان از شما میگیرم بعد لایو میذارم، اگه الانم 1,000,000 تومان بده من باش لایو میذارم. سپاسگزارم بابت سوالای آقای مفاخریان که جواب دادید. یه سوالی هم شخصی از خودتون میخوام بپرسم، اینکه آیا من با شما همدستی دارم یا نه؟ همین. شما مستقیم همدستی ندارید، ولی خب غیر مستقیم همه کسا به من خدمت میکنن، مخالفین من یا غیر مخالفی، چون شما در بالا رفتن پیج من نقش خیلی مهمی داشتید در اینکه فالوورای من بالا برن، شما آقای محمد جواد یا اینا و این کسایی که در رابطه با بابا سمی، که به طور غیر مستقیم شما با من خیلی کمک کرده و ازتون ممنونم. یعنی برای اینکه برای شما فیک بخرن یا نه؟ چون که من که فالوورای من بیشتر از فالوورای شما بودم. نه فالوور شما باعث شدید من هی شما مطرح میکردید، خیلی کسا دیده میشدم. آره، وگرنه شما کسی فیک نمیتونه الان بگیره، که شما میتونه خیلی راحت حتی اگه خواستین من پشت چیزا نشون بدم. من الان بالای 1,200,000 خورده ای ریچ دارم.
پس یعنی هر کسی که پیج شما ریپورت میکنه شما دیده میشید، درست؟ حالا من این تصور اون زمان نداشتم، چون که فالوور شما اون زمان که ما ارزیابی کردیم و استوری گذاشتم به این شکل بود که فالوور اصلیتون ریزش پیدا کرد، چون خیلی ها شما رو آنفالو میکردن و اون موقع ریپورت میزدن. خب اینا از طرف های خود من بود، یعنی 430 نفر از طرف من. ما که داشتیم یک 10 ثانیه دیگه بیشتر وقت نداریم، اگر بس. سوالی دارید میتونه یه روزی باشه. مرسی، خدا نگهدار. بای بای، 10 ثانیه تموم شد، یه ساعت میخوام اینو استوریش کنم. بای بای، مرسی مرسی.